لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله وقتی إلا خدا الله، صدا میکند مثلا واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. این صدا را که میکنه غیر از جبریل که نوتو سرش پایین است دیگه همه ملائکه بیهوش، صدای رب العزت والجلال. ولی جبریل میگه اگه پیش برم میسوزم، این پیغمبر پیش میره. این کدام درجه از روحانیت برای پیغمبر ما داده شده که اونجا پیش میره؟ چرا موسی زوف میکنه در زمین و در معراج پیش میره پیش میره پیش میره؟ شکر بکشین که امت ما تو پیغمبر هستیم صلی الله علیه و سلم. وقتی که برش چی میایه؟ وحی از آسمان میایه به صورت ملائکه که سلسله الجرس مثل امی زنگا زده میشه، زنگ بسیار محکم، برش میگه آمادگی بی که چی میایه؟ جبریل میایه. صحابه میگه که والله ما کنا نسمع وراء رأس رسول الله صلی الله علیه عزیزا که عزیز نحله، با خدا مثل زنبور زیاد که یک جای بگرده. اون ما تو بنگست چهار اطراف سر پیغمبر میشنیدیم و اگر دستش در پای ما می بود بسیار سر پای ما وزن می آمد، و اگر سر شطور سوار می بود شطور بازانی می شد فورا، و در زمستان شده عرقش می آمد. و از امی خاطر وقتی که وحی در اول برش آمد صدا کرد که زمیلونی دستیرونی مرا بپوشانین مرا بپوشانین، یعنی معنایش است که به یک مرحله دیگه رفت، پس آمد به حالت انسانی خود که تابع از اون مرحله رو دیگه نداره. چرا او جرف وحی را گرفت اما آل دیگه دستیرونی زمیلونی بپوشانین مرا بپوشانین لرزش میگیره. اینالی وقتی که پیغمبر اسلام جبریل میدید یا جبریل در صورت انسان نمد که عادی بود حضرت عمر را میدید شما همتون هرکس، یا ایست که اینال پیغمبر بالا میره به یک درجه که باید با عالم ملائکه مساوی باشه که او را ببینه، نه؟ تا تساوی نباشه کسی دیده نمیتانه. چرا ما شما جن دیده نمیتانه؟ و جن ما را همیشه میبینه، در هر جای ما را میبینه، امیال ما شما را جن میبینه. ما شما چرا دیده نمیتانه؟ چرا به او درجه نیستیم نرفتیم؟ آل پیغمبرم باید به یک درجه بره که ملکه ببینه، به یک درجه از قدرت باشه که با ملک گپ زده بتانه، به یک درجه از روحانیت باشه که وحی را گرفته بتانه. پداس یو درجه کی چه ملک سره خبری وشو کوله، پداس یو درجه کی چه ملک نه خبری واخلی اواس پرت نی، زکه چه دا خود خدای رسول ده چه یو جزی ترین اشتباه دنیا غرقی اواس هم جمعی فکر هم برابری. ای به کدام مرحله رفت؟ باز که پس به زمین میگه زمیلونی دستیرونی مانده میباشه، میگه غتنی حتی بلغن الجحتو حتی بلغ منی جحت، اقدر مانده استم که بیخی خسته شدم این نفسم تنگ شده در زمین که من، اما اونجا بیا به وحی خدا میگیره فشار از سرش. دیگه من تصورم ایست که یعنی یک حالت روحانی خاص الخاصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن که میره همراه ملک گپ میزنه، موسی علیه السلام در کوی طور زوف میکنه و این میره در عرش داخل میشه و جبریل برش میگه که لو تقدمت لاحترقتو، اگر پیش رو میاد قدم به بالای میسوزه تو برو. دیگه در اخیر هم قدر برای تقدیمو که الحمدلله که امت پیغمبر خود هستیم و امیره میگم که بازم و گپ سعدی شیراز که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، یک گبرتان میگم تا به خدا قسمتان میدم که اما تو پیغمبر لایق از امی که نافرمانی شکن، اما تو عظیم و شان پیغمبر که خدا سرش به عرف ندا صدا نکرده، قابل ازی است که ما شما گستاخی کنیم در برابرش، قابل ازی است که از اوامر یک سانتیمتر تخلف کنه؟ نه والله که نیست. والله اگر کنه ما خو یک چیزه که فکر کردیم کاری، اگر از پیغمبر خود تخلف کنیم و میبینیم کنیم ما که یک بعض از دیگه میموریم، همین روز قیامت پیشی کی بریم؟ پدر و مادر ما خود رب خود از خیش قیم ما پیشی کی بریم که همراه ما یک کمک رو من
ما گناهگار هستیم، به شفاعت ضرورت داره. پیش کی بره؟ و با کدام روی بره؟ بیا اینکه تعهد کنیم که پیغمبر خدا راضی میشه. صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله